سلام، فرهام کچتیان هستم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای. جلسه هفتم تنبک رو می‌خوایم با هم شروع کنیم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم، لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو تپ کنین که فیلم‌های آموزشی ما رو تو یوتیوب دنبال کنید. خب، تو این سکانس یه سری می‌زنیم به جلسه قبل که یه تمرینی گفتیم تو جلسه ششم. اگه ندیده باشین جلسه شما، لطفاً بریم ببینین. این تمرین خیلی تمرین راحتیه که واسه درک بیشتر ریزهای چارتایی و ریزهای هشتایی هست. خب من یه بار اینو اجرا میکنم خیلی گذرا که بریم سراغ درسای جدید. خب یه قطعه بود، یه صفحه، میریم سراغ خط اولش. میگه توم نوه چارتایی، توم دو، توم نوه هشتایی، بک نوه هشتایی، توم نوه چارتایی، توم دو، دو راب دو. خب خط بعدی بک نوه چارتایی، توم دو، توم نوه هشتایی، بک نوه هشتایی، توم نوه چارتایی، توم دو، دو راب دو چارتایی، بک چار، دو چارتایی، بک چار. خب خط بعدی رو بدون گویش میزنم که زیاد وقتمون رو نگیره. خط سوم به بعد به این شکل میشه. همین راحتی میریم سراغ درس جدید. خب تو این جلسه میخوام یه تمرینات ریزهای پیوسته رو بهتون بگیم، ریزهای هشتایی و چهاردایی که به هم پیوست خوردن که میانشونم بک یا توم زینتی هم نیست. خب میریم سراغ خط اول. میگه که توم دو نوه هشتایی، بک نوه هشتایی، بک دو نوه هشتایی، بک نوه هشتایی. یه علامت تکرار، برمیگردیم از اول. توم دو نوه هشتایی، بک نوه هشتایی، بک دو نوه هشتایی، بک نوه هشتایی، توم دو نوه هشتایی، بک دو، بک چار. میریم سراغ خط دوم. توم دو بک چار نوه هشتایی، بک نوه هشتایی، بک دو نوه هشتایی، بک دو، بک چار. توم دو بک چار نوه هشتایی، بک نوه هشتایی، توم سکوت سکوت. میریم سراغ خط سوم. به این شکل میشه. دو راب توم نوه چارتایی، بک نوه چارتایی، بک نوه چارتایی، توم نوه چارتایی، چارتایی، بک دو، بک دو، سه. خط بعدیش توم چار نوه چارتایی، بک نوه چارتایی، بک نوه چارتایی، توم چار نوه چارتایی، چارتایی، بک دو، توم دو، سه، دو راب بک. خب خط بعدی هشتایی، بک دو، بک چار، بک دو، بک چار، هشتایی، بک دو، بک چار، بک دو، هشتایی، بک دو، بک چار، بک دو، بک چار. خط بعدی هشتایی، بک دو، بک چار، دوی هشتایی، توم نوه هشتایی، دوی چارتایی، بک چار، بک چار، هشتایی، چارتایی، بک چار، بک دو، هشتایی، چارتایی، بک چار، چارتایی، بک چار، هشتایی، چارتایی، بک چار، بک. خط آخر نوه هشتایی، هشتایی، هشتایی. تکرار داریم، دوباره، دوباره تکرار. خب میزان آخر سکوت. خب این سفر رو میخوام پیوسته بزنم ببینیم چجور میشه. به این شکل بدون گویش هم میزنم. ببینین خط اول، میریم سراغ خط سوم. به این شکل سکوت سکوت. خط بعدی thank you.
خط آخر. سکوت. ببینین من کاملا دستمو نرم میگیرم، هیچ فشار و هیچ انقباضی روی عضلات دستم نیست و کاملا نرم برخورد میکنه. شما هم به همین شکل باید تمرین کنید و ریزها و بقیه نوت‌ها رو به همین شکل باید بزنین که هیچ فشاری روی بدن و انقباضی روی عضلات نباشه که بتونیم سازو خیلی راحت و دقیق بزنیم. بریم سراغ تمریناتی که باید این جلسه بدیم تا جلسه آینده تمرین کنیم. بریم سراغ سکانس بعدی. تو سکانس قبلی تمرینات ریزهای پیوسته رو بهتون گفتم. این جلسه یه تمرینه بهتون معرفی میکنم که تا جلسه آینده تمرین کنین که دستا نرمتر و روانتر بشه. خب بریم سراغ تمرینه. خط اولش میگه که دراب توم دو نه هشتایی بک نه هشتایی بک دو نه هشتایی بک نه هشتایی توم دو نه هشتایی بک نه هشتایی بک دو نه هشتایی نه هشتایی. خب سراغ خط دوم میریم. بک دو نه هشتایی بک نه هشتایی توم دو نه هشتایی بک نه هشتایی بک دو نه هشتایی بک نه هشتایی توم دو بک. سکوت سیاه. خب سراغ خط سوم میریم. میگیم که دراب توم دو بک سه نه هشتایی بک نه هشتایی بک دو بک سه نه هشتایی بک نه هشتایی توم دو بک سه نه هشتایی بک نه هشتایی. خب میخوام این قطعه رو کلن از اول تا آخر بزنم ولی پیوسته و بدون گویش. خب میریم از اول. خط اول به این شکل میشه. سکوت. سکوت. اگه دقت کنین میبینین که ریزها پیوسته و به هم چسبیده است. خب جلسه هفتم تموم شد. تو این جلسه ریزهای پیوسته رو گفتم بهتون. خواهشان تمرین کنین که دستا روونتر بشه و نرمتر. قبل از اینکه خدافظی کنم لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو تپ کنین که فیلم‌های آموزشی ما رو تو یوتیوب دنبال کنید. همین و بس. خدافظ.